با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی در هر کجای جهان که هستند و با سپاس از تلاشگرانی که برای رسیدن به آزادی، عدالت، دموکراسی در کشور تلاش میکنند و شرایط دشوار رو روز به روز تغییر میدن و این قدردانی شامل حال کشاورزان، کارگران، پولبران، سوختبران، دانشجویان، مال باختگان، بازنشستگان، فرهنگیان، معلمان و آموزگاران در سراسر کشور و زنان و دختران ایران زمین هست که با هزینه های بسیار بسیار زیاد در تلاش برای احقاق حقوق خودشون دارن تلاش میکنن و ایستادگی میکنن. اما در این بین در هفته گذشته چیزی که از همه مسائل بیشتر خودش رو نشون داد ایستادگی کارگران و مزدبگیران و بقیه زحمتکشان بود بر حقوق خودشان و اینکه میخواهند یک زندگی عادلانه‌ای داشته باشند و حکومتی که متاسفانه حتی فریاد این که آقا 5 ماه حقوق من عقب افتاده، 11 ماه حقوق من عقب افتاده، کارگران نیشتر هفت‌تپه، کارگران صنایع فولاد خوزستان، رانندگان شرکت واحد، کارگران شهرداری‌های مختلف در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، همچنین کارگران شرکت کیسون در اهواز که متروسازی می‌کنند اونجا، کارگران خود راه آهن سراسری در مناطق مختلف کشور، در خوزستان، در اردبیل، در منطقه سرخس شمال شرقی کشور و جاهای دیگر که اخبار بسیار زیاد اونها در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی منتشر میشه و متاسفانه حکومت از طریق رادیو تلویزیون ملی ایران یا صدا و سیمای اسلامی که خودش درست کرده اصلا توجهی به این همه دادخواهی ندارد و به همین دلیل هست که میبینیم یکی از شعارهای دلاورانه کشاورزان و دهقانان منطقه شرق اصفهان، ورزنه و دروازه عباس و دیگر روستاها و بخشا و شهرهای شرق زاینده رود تبدیل شده به اینکه صدا و سیمای ما ننگ ما ننگ ما و این شعاری است که دانشجویان، معلمان در اصفهان، در کرمانشاه، در اردبیل، در استانهای مختلف همین هفته سر دادند. معلمان و آموزگارانی که همچون کشاورزان ورزنه، همچون کارگران مختلف در بخشهای مختلف کشور که اعتراضات و دادخواهی ها رو ادامه دادن، این شعار هم به یکی از اون شعارهای اصلیشون تبدیل شد. صدا ما ننگ ما ننگ ما و این ننگ بر چهره حکومت جمهوری اسلامی باقی است و هر روز هم داره ننگ وسیع‌تر و بدتری می شود و مردم با دست پیدا کردن به امکانات تلگرام و اینستاگرام و مجموعه فرآیندهای اینترنتی صدای خودشون رو رساتر به گوش جهانیان و به گوش همدیگر در داخل و خارج کشور می رسانند و رسانه‌های آزاد و خارج از سانسور حکومتی هم در داخل و خارج از کشور به شکل‌های مختلف به عنوان رادیو، تلویزیون، کانال‌های تلگرامی، تلویزیون‌های اینترنتی و شکل‌های مختلف از جمله همین تلویزیونی که برنامه ما اونجا پخش می‌شود مثل تلویزیون ایران فردا یا دیدگاه یا اندیشه و امثال هم این صداها رو به خود مردم ایران به زبان فارسی باز می‌گردانند و روحیه و اعتماد به نفس بیشتری به مبارزین و دادخواهان دارن میدن. هفته گذشته یک اتفاق مهم دیگری از سوی طبقه کارگر ایران افتاد که علاوه بر اعتصاب‌ها و دادخواهی‌ها و اعتراضاتی که دارند
در مناطق اعتصاب خیز مثل نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان، همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد که حالا از نوع اعتراض اونها هم سخن خواهیم گفت، این بود که آقای اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان شناخته شده در بخش کارگران نیشکر هفت تپه، نامه رو منتشر کرد و بحثی رو باز کرد در اینستاگرام خودش با عنوان شکنجه های وحشتناکی که شده بود و بلاهایی که بر سر ایشون آوردن و همچنین اینکه اون شکنجه ها به شکل روانی و تلفنی ادامه دارد و خانواده ایشون رو هم تحت فشار شدید گذاشتن که با حکومتیان و دولتیان همصدایی کنند و تکذیب کنند شکنجه هایی که ایشون شده، ولی ایشون کماکان بر حرف و داد خودشون ایستادند. به شکنجه های وحشتناکی که به من دادند اسماعیل بخشی، هنوز که هنوز است آثار اون باقی است و رنجی که داره اسماعیل بخشی میکشه، دردهایی که میکشه، دنده های شکسته شده، بیزه های آسیب دیده و مغزی که با داروهای رواندردان تحت فشار و درد و حالت دل به هم خوردگی که دائما داره، و هنوز که هنوز هست حکومتیان تلفن میزنن و از او میخواهند که تکذیب کن. البته این دادخواهی تبدیل به یک حرکت بزرگ در سطح کشور شد، به بخشای مختلف حکومتی رفت. رئیس قوه قضاییه که خودش دزدترین دزدها هست، از خانواده لاریجانی، صادق لاریجانی، مجبور به تکذیب دروغین شد. برخی از نمایندگان مجلسی که حکومتی است و خودشون هم جزو همین اطلاعاتی ها و شکنجهگر ها و پرونده های وحشتناک آدم کشی در مناطق مختلف ایران دارند، هم وارد گود شدند و به تکذیب شکنجه کارگران و معلمان پرداختند. همچنین بخشای مختلفی از حکومتگران در سطح دولت، حتی وزارت اطلاعات، تازه مدعی اسماعیل عبدی هم شد که چون شما دروغ گفته اید ما از شما شکایت میکنیم. خب پیرو همین قضیه، همه کسایی که مثل من خودشون در جمهوری اسلامی زندانی شدن، شکنجه شدن، در سلولهای انفرادی افکنده شدن، اعضای خانوادهشون مثل برادر من افشین اوسانلو رو در زندانها به خاطر شکنجه های وحشتناکی که شده بودن و عدم رسیدگی به امکانات پزشکی از دست دادن، که هزاران هزار خانواده ایرانی هست از سال 1357 به بعد به میدان کشانیم. کسانی که خانواده های اونها، افسرانی که بیهوده و بیدلیل و بدون دادگاه مشخص و وکیل و حق دفاع کشته و شکنجه و آسیب دیدن، تا امروز هم اینها ادامه دارد. و جالب این که هشتکی به وجود آمد به نام من هم شکنجه شدم، و این هشتک من هم شکنجه شدم در وسیع ترین بخش و حضور افراد مختلف در توییترها، در بخش‌های اطلاع رسانی خارج از سانسور حکومتی، هزاران نفر پیام دادند که ما هم شکنجه شده ایم در جمهوری اسلامی. و اتفاقا اگر که این کمپین من هم شکنجه شدم همینطور دامنه دار بشه و سوی همه افراد، خانواده ها و گروه هایی که فرزندانشون شکنجه شدن در زندان های جمهوری اسلامی، تا الان امین شکنجه و کشتارها ادامه دارد، میتواند یک موج بزرگ جهانی رو در کنار محکوم کردن جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر، که هر سال گاهی 4 بار در سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به این مسئله به اصطلاح محکوم میکنند، یک پرونده بزرگتر و تاثیرگذارتر در رابطه با نقض حقوق بشر و ایراد شکنجه به همه کارگران، معلمان، خبرنگاران، زنان و مردان، روستاییان و هر کسی که به نوعی با نیروهای امنیتی و پلیس و اطلاعات و اطلاعات سپاه و بخشای قضایی و اطلاعات قضاییه و نمیدونم
بازوهای مختلف جمهوری اسلامی برخورد کرده، انواع این شکنجه ها در حق اونها روا شده، هم از شکنجه های بدنی و مشت و لغت و تیک پاره کردن و به سقف آویزون کردن و امثال اون که بر سر برادر من افشین هم آمد و الان هم که جدیدن بسیاری از مردم شجاع از داخل کشور هم در فیسبوک ها، در اینستاگرام، در تلگرام، در جاهای مختلف شکنجه هایی که به اونها در سالهای گذشته شده رو مطرح میکنن و همچنین کسانی که اعضای خانواده شون در این شکنجه ها و کشتارها، دار زدن ها و امثال اون کشته شدن. و این هشتگ من هم شکنجه شدم در داخل و خارج کشور میتونه هر روز وسیع‌تر و بزرگتر بشه و تأثیر اون این بود که خانوم سپیده قلیان یا قلیان هم آمدند و همین موضوع رو مطرح کردند و علاوه بر شکنجه های خودشون بخش وحشتناکی هم بود که ایشون رو وادار کردن ناظر و شاهد شکنجه شدن اسماعیل بخشی باشد تا به عنوان یک خبرنگار اینترنتی بترسد و افشاگری نکند و حقایق را نگوید. اما ایشون در همین پروژه من هم شکنجه شدم به تمام شکنجه هایی که بر اسماعیل بخشی وارد شد شهادت داد با شجاعت تمام و اینکه ایشون رو ناظر بر این شکنجه کردن که خودش یک شکنجه روانی است، به عنوان شکنجه های سفید مطرح میشه که بر علیه کارگران، سندیکالیست ها، شورایی ها، نمایندگان معلم ها، معلم های دهه 60 اخراجشون کردن و همه کسانی که از سال 57 به بعد توسط این حکومت به شکل های مختلف آسیب دیدن، تهدید روانی، تهدید تلفنی، تهدید حضوری، بردن به خانه های ناشناس اطلاعاتی ها و سپاهی ها، شکنجه های مداوم روانی، دادن قرص و داروهای روانگردان که در معده برخی از زندانیان مثل علیرضا کرمی خیرآبادی، شکنجه امثال حسین دگمچی که همبند ما بود در زندان رجایی شهر که سرطان گرفته بود ولی با اینکه صبح و شب چه رنج وحشتناکی میکشید که زیر بازجویی ها و شکنجه ها حسین دگمچی دچار سرطان دردناک معده و گوارش شده بود، ایشون رو نگذاشتن که برود بیرون از زندان و به درمان خودش بپردازد و یکی از ده ها هزار کشته شده و شکنجه شده های مختلف و ساکت و سفید جمهوری اسلامی هستند. شکنجه سفید انواع مختلفی داره که لازم نیست شما رو با مشت و لغت و باتون و مثل ماها که لط و پارمون کردن در زندان ها انفرادی های طولانی مدت بردن تو بیرون از زندان کتک زدن، چشممون آسیب دید، از دست دادیم بینایی خودمون رو، همچنین یاران دیگری که آسیبایی که دیدن فلج شدن مثل آقای علیرضای رجایی که چشم و قسمتی از صورتش رو در زندان‌های جمهوری اسلامی دست داده و مجید توکلی‌ها و امثال اوشون که و زندانیانی که الان دارن یک به یک گزارش شکنجه‌هایی که به اونها دادن رو در رسانه‌های مختلف اطلاع رسانی می‌کنن. امیدواریم که این هشتگ و این کمپین من هم شکنجه شدم همه ای کسانی که زیر فشار جمهوری اسلامی حتی در داخل کشور هستند رو به اصطلاح ترسشون رو بتونه بشکنه و همه اونها این گزارش دهی رو در مصاحبه های خودشون، در برنامه های تلویزیونی، در تلگرام ها، اینستاگرام ها و جاهای مختلف اعلام بکنن. بیشترین کسانی که این شکنجه ها بر حق اونها روا شد باز هم طبق معمول همین اکثریت آزادی خواهان، دادخواهان، دموکراسی خواهان، کارگران، معلمان، دانشجویان، خبرنگاران، اساتید دانشگاه، کشاورزان اتحادیه گرا و اتحادخواه مثل الان که کشاورزان رو با باتون هفته گذشته در اصفهان به صورتشون کوبیدن به زخم و تورم اون توسط تلگرام ها و اینستاگرام ها به دیدار و به تماشای میلیون ها نفر گذاشته شد. برای این حرکت، حرکت بزرگی است. اسماعیل بخشی از داخل کشور به عنوان کسی که
با اینکه میدونست ممکنه چه بلاهایی بر سرش بیاورن، آمد و این به اصطلاح دادخواهی رو انجام داد و همچنین دختران دلاوری مثل خانم رویای صغیری و علی نجاتی که الان با دستبند و پابند و گرفتاری دوباره بردنش به اصطلاح بهداری و بیمارستان و بدون درمان او را برگردوندن و او را در بندی قرار دادن. علی نجاتی سندیکالیست نیشکر افتفتر را که پر از دود و گرفتاری و درگیری زندانیان عادی است و این خودش دوباره یکی دیگه از انواع شکنجه ها است که تقسیم زندانی ها و بندهای مشخص را انجام نمیدهند. و روایتی که سعید ماسوری زندانی 19 ساله زندان رجای شهر کرد و نامه‌ای فرستاد بیرون و شرحی از اینکه در زندان چگونه انسانیت و مروت و شجاعت زندانی‌ها رو می‌خوان از بین ببرند و امثال ماسوری‌ها که 19 سال به خاطر دادخواهی و مبارزه با دیکتاتوری و دفاع از حقوق مردم ایران در زندان‌هاست، در این نامه شرحی از هزاران کشته شده، شکنجه شده، دار زده شده و رفتارهای حکومت رو در این 19 سالی که در زندانها شاهدش بود بیان کرد. همچنین آقای ایوار فرهادی که یک فعال فضای مجازی بود گزارشی داد از دوران بازداشتش و شکنجه‌هایی که خودش و دیگر زندانیان سیاسی شدند. حالا البته علاوه بر این بحث مهمی که مطرح شد، هشتک من هم شکنجه شدم که همه ما به اون به اصطلاح پیوسته ایم و همه ما این هشتک رو سعی میکنیم بیشتر منتشر کنیم و اخبار این شکنجه ها رو بگیم، گزارش های مبارزاتی رو هم اعلام میکنیم که در 17 دیما در سراسر کشور به دلیل فریق فراخانی که داده شده بود از سوی شورای به اصطلاح هماهنگی رسانه‌های مردمی و مبارز و پشتیبانی برخی از برنامه‌های تلویزیونی و کانال‌های دیگر اینترنتی، حکومت دچار چالش سنگین شد. در بسیاری از شهرهای ایران، تبریز، تهران، اصفهان، رشت، مشهد، کرمان، اهواز، بسیاری از شهرها حکومت مجبور شد نوعی حکومت نظامی کنه و در بسیاری از میادین و چهارراهای بزرگ و محل رفت و آمد شهر هزاران نیروی انتظامی و سرکوبگرش رو بفرسته که مبادا یک قیامی در سالگرد قیام دیماه 96 در روز 17 دیماه، روز حقوق بشر، روز جهان پهلوان تختی، روز نفی حجاب اجباری به اصطلاح برداشته نشود. که البته با این حال بازم در ورزنه اصفهان، در دروازه عباس و در رشت، در تهران بسیاری از کشاورزان و مالباختگان در مثل شرکت کاسپین و سامان الحجج آمدند و فریادهای دادخواهی و اعتراضشون رو سر دادند و اعتراضات دانشجویی هم نسبت به کشتار اون عزیزان در اتوبوسی که پایین افتاد ادامه پیدا کرد. همچنین در روز 19 دیما چراغ روشنی های رانندگان شرکت واحد به پیامی که سندیکای کارگران شرکت واحد داد لبیک گفتند و آمدند به میدان، چراغ ها رو روشن کردند در سطح شهر تهران و این چراغ روشنی ها در سطح وسیعی منتشر شد، دیده شد در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد، کارگران نیشکر هفت تپه، سایت خبرگر و ده ها سایت دیگری که به مسائل کارگری، سندیکایی و مطالبات کارگران ایران و دادخواهی های اونا توجه دارند. و سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز 19 دیماه این چراغ روشنی ها رو از همکاران خواسته بود، به دلیل نقض حقوق اونها، پایمال کردن حق و حقوق و معیشت کارگران توسط مدیران دزد و غارتگر شرکت واحد و از همه بالاتر اینکه کارگران شرکت واحد میخواهند که سندیکاشون به رسمیت شناخته بشه و حاضر نیستن که زیر بار این ستمهای حکومتی ادامه بدن. و این چراغ روشنی ها
نوعی اعتراض بسیار خردمندانه است. البته سندیکا اشاره کرده بود، سندیکای کارگران شرکت ظاهر، یاران ما، که اگر به این اعتراض دموکراتیک توجه نکند حکومت، در اعتراضات بعدی ما از شیوه های دیگری استفاده خواهیم کرد و به نوعی همراهی کارگران شرکت و که هزاران کارگر در بخش های به اصطلاح شهرداری از شرکت واحد و بخش های مثلا خودمانی شده مدیران و بازنشستگان قارتگر به اصطلاح تیمسارهای حکومتی سپاه و نیروهای انتظامی هستن و شرکت های خصولتی یا خودمانی سازی شده درست کردن، میتونه که تهران رو قفل کنه، کلید کنه با بستن چهارراه ها، با بستن خیابان ها، میدان ها توسط رانندگان شرکت واحد و اتوبوس هاشون رو همونجا خاموش بکنن، از کار بیاندازن و باعث بشن که شهر تعطیل بشه، میدان ها تعطیل بشه و حکومت نتونه هیچ نقل و انتقال نیرویی داشته باشه. چرا مهمه که ما اینها رو در طول هفته جمع‌بندی کنیم و راهکارها رو هم مثل بستن خیابون‌ها، بستن چهارراه‌ها، از کار انداختن چراغ‌های راهنمای رانندگی و دوربین‌های حکومتی چندین بار تکرار بکنیم؟ به دلیل اینکه حکومت در جایی رسیده است که هیچ پایگاه اجتماعی نداره. وقتی کشاورزان و دهقانان که خودشون از بخش‌های مذهبی جامعه هستن هر روز در خیابان‌ها و میدان‌های مختلف در شهرها و مناطق و روستاها و بیابانهای مختلفی در شبانکاره بوشهر، در اصفهان، در مناطق کردنشین ما، در مناطق بلوچستان ما که کشاورزیشون از دست دادن، خراسان جنوبی که آب ندارن برای کشاورزی، به میدان آمده اند، این بنگر این است که باید راهکارهایی رو پیدا کنیم که با هزینه کمتر جلوی حضور و حرکت نیروهای سرکوبگر رو در خیابان‌ها و میدان‌های شهرها بگیره. این راهکارها حضور مداوم اعتصابیون، اعتراضیون و از کار انداختن چرخ اقتصادی که حکومت که البته چرخی هم نداره با واردات کالا، بخش صنعت و تولید و در شهرک‌های صنعتی و کارخانجات بزرگ حتی عملاً تعطیل کرده. 20 دی ماه هم در همین هفته معلم زندانی آزاد باید گردد شعاری بود که پنجشنبه 20 دی ماه معلمان و فرهنگیان کرمانشاه، گیلان، اصفهان فریاد زدند و این خیزش و فریادی که معلمان در پنجشنبه 20 اعلام کردند در بسیاری از شهرهای ایران تنین انداز شد و این عزیزان ما رفتند در جلوی اداره‌های آموزش و پرورش شهرهای مختلف بر این فریاد دادخواهی رو سر دادن. و جمع‌بندی که حالا ما میکنیم این است که وقتی حکومت مثلا فعالان محیط زیست رو، حتی کارمند محیط زیست به نام آقای تامانج قربانی، هم فعال محیط زیست است و هم کارمند اداره محیط زیست است، در به اصطلاح منطقه کامیاران دستگیر میکنه، جلوی همکاراش ضرب و شتم میکنه و میبره به جایی که معلوم نیست کجا هست و به جز او بیش از 12 نفر دیگر از فعالان محیط زیست رو در منطقه کردستان دستگیر و زندانی میکنه. حکومت به جز تامانج قربانی مثلا آقای فاضل قیطاسی، فرهاد محمدی در سنندج، هادی کمانگر، حسین کمانگر، بختیار کمانگر، رضا امیدی، حشمت یاوری که به اصطلاح راننده بوده ایشون، راشد منتظری، عیسای فیضی، مهدی کانی سوری و بارزان با نابگری در شهر بانه. ببینید اسامی چقدر زیاد است و شهرهای مختلف کردستان. چرا که این عزیزان با همون پروژه قبلی که منجر به کشتن دکتر سید امامی در زندان‌های حکومت شد ادامه دادن نقض حقوق محیط زیست و بلاهایی که دارن سر محیط زیست کشور ما میارن. به همین دلیل ما بایستی طبق معمول رو به اتحاد، همبستگی، دفاع همه ما مردم ایران از همدیگر، کارگر، کشاورز،
راننده، کامیوندار، مالباخته، کارمندای ادارات، معلمان، بازنشستگان، فرهنگیان مختلف و بازنشستگان بخش‌های مختلف شورای بازنشستگان، هم لشکری‌ها، کشوری‌ها و بازنشستگان تأمین اجتماعی رو در بر گرفته و این حمایت‌ها، این اتحادها به خصوص در رابطه با زندان‌ها و شکنجه‌گری‌ها و زندانی‌ها به یک صدای واحدی تبدیل بشود که نه به اعدام و شکنجه و اینکه من هم شکنجه شدم و اینکه ما همه خواهان حکومتی هستیم که در اون شکنجه، زندان، اعدام، زورگویی، دزدی، غارتگری میلیاردها میلیارد پول مردم ایران نباشد، در سراسر میهن باشیم. ما کارگرها، معلمها، مزدگیرها، کلن همه کسانی که به دادخواهی آمده ایم، ستم دیدگان دادخواه، راهی به جز اتحاد و همبستگی نداریم. پس با همون شعار همیشگی اتحاد، مبارزه و پیروزی با همه شما تا هفته آینده بدرود میگوییم.